آقای مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. سلام آقای مطهری، با توجه به گزارش هایی که اخیرا از سوی نهادهای حقوق بشری درباره تیراندازی مرزبانان ایرانی به سوی شهروندان افغانستانی منتشر شده، شما نقش کشورهای همسایه در حفاظت از حقوق مهاجران و جلوگیری از حوادث مشابه را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت تمام کسایی که ما شما را میبینم و برنا سلام تقدیم میکنم و در قدم بعدی اما ارتباط دارم خدمت مردم افغانستان و همچنان یه حمله غیر انسانی و یه جنایت بشری را محکوم میکنم و متاسفانه ما در شامگاه یکشنبه شاهد چنین جنایتی در نوار مرزی بین پاکستان و ایران بودیم. من راجع به چند موضوع بسیار کوتاه صحبت میکنم. در قدم اول عامل چنین کشتارها و چنین جنایاتی افغانها دولت امروز افغانستان یعنی طالبان است که نمیتونه زمینه کار زمینه اقتصاد در افغانستان فراهم بکنه تا شهروندان افغانستان ناچار به این نشونه که راه قاچاق تجربه بکنه و به کشورهای همسایه افغانستان عبور بکنه. و موضوع بعدی انتقاد ما و یا توقع ما از دولت جمهوری اسلامی ایران است که کشور همسایه افغانستان است، فرهنگ مشترک با افغانستان داره، زبان مشترک با افغانستان داره، اما چون این جنایت را در برابر مهاجرینی که مسلمان است انجام میدهد، دور از شأن مسلمان بودن است که باید دولت ایران و مقامات طالبان راجع به این موضوع به مردم افغانستان و جهان پاسخ بدهد. خوشبختانه افغانهایی که در ایران حضور دارند در زمینه های متعدد و گوناگون با دولت ایران با مردم ایران همکاری داشته. در زمینه اقتصاد اگر ما صحبت بکنیم، افغانها در ایران بالای 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده که همچون سرمایه گذاری را در ایران نه روسیه کرده نه چین و نه دیگر کشورها و همچنان در آبادانی کشور ایران بسیار سهم فعال داشته و همچنان 80% از صادرات ایران به افغانستان منتقل میشه. وقتی چونین جنجال ها و کشمکش ها و کشتار ها در مرزها صورت بگیره، باعث این میشه که بین دو تا از ملت های افغانستان و ایران تنش ها ایجاد شوه. و در موضوع امنیتی در جنگ ایران و عراق وقتی صورت گرفت، افغان ها به خاطر حمایت از دولت ایران و به خاطر دفاع سرزمین ایران 2000 شهید دادن و همچنان 4000 کشته و تعداد را مفقود الاثر و همچنان در جنگ‌های اخیر در سوریه و یمن صورت گرفتن، افغان‌ها 4000 کشته دادن و بالای 8000 زخمی. و امروز هم اگر جنگ بین ایران و اسرائیل صورت بگیره، اولین کسانی که در حمایت از ایران استادگی خواهد کرد همی افغان‌ها است. اما متاسفانه در ماه‌های گذشته ما شاهدی بدرفتاری از سوی دولت ایران در برابر مهاجرین افغانستانی بودیم که یه دور از شأن دولت ایران است و دور از شأن یک کشور اسلامی است که مهاجرین افغان به گناه‌های متفاوت به روش‌های مختلف آزار و اذیت میشه در اردوگاه‌های ایران، در داخل شهرهای ایران، در پاسگاه ایران از مهاجرین باجگیری میشه، اونا را آزار و اذیت میکنه. در اخیر انتقاد ما از کشورهای اسلامی این است که شما خودتان به عنوان یک کشور اسلامی به عنوان یک حامی مسلمان وقتی باید مسلمان چنین رفتار میکنین، ما از اسرائیل و امثال همش تقاضا و هیچ انتقاد را نداریم. وقتی اونا در غزه و لبنان نسل کشی میکنه، مسلمان ها را میکشه، همه انتقاد میکنه. متاسفانه وقتی افغان ها به گناه های متفاوت کشته میشه، هیچ انتقاد و هیچ اعتراض صورت میگیره. در صورتی که مهاجرینی که وارد کشورهای غربی و اروپایی میشن، ما تا هنوز هیچ نوع شکنجه و آزار از یه دست توی کشورهای اروپایی ندیدیم. تا هنوز هیچ افغان را ما در آلمان و یا فرانسه و یا آمریکا و یا انگلیس ندیدیم که شهروندان اونجا یا سربازا و نیروهای اونجا اونا را اذیت بکنه یا در مرزها اونا را لبکوب بکنه و مورد حملات قرار بده. بله. ما شاید چنین شورای اسلامی بودیم. ممنونم. با تشکر از مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.